من اینجا استوب شیر بزنم، بریم سراغ اسکرین من. در فروش خود درآمد یا ثبت نام. خب شما الان سلام، وقتتون بخیر. خانم من 21600 کد وبینارم همچنان پشتیبان نیامده توی دوره. بله من الان دفعه دوم زنگ میزنم، 22 دقیقه رفته. بعد چه جوری ما شما رو جریمه کنیم که دفعه بعد این اتفاق نیفته؟ آره یه نفر اساین کنید دیگه، فقط میخوام الان که داره لینک دارم ریکوردش میکنم دیگه، یه دکمه زدن کاری نداره، ولی بقیه کارو بعد ایشون انجام بده دیگه. مرسی، خداحافظ. من از شما معذرت میخوام، خود این سمینار باید یه فکری بکنه برای این سیستمش. بریم سراغ کارمون، خیلی ارث اینا رو نخوریم. ببینید بیت اینفو چارتی که قبلا با هم دیدیم، بحث کوریلیشن هاست، چارت ها، پرایس هایی که وجود داره، مقایسه هایی که اینجا انجام میده، یک ویدیوی کامل در این خصوص با هم توی خدمتتون عرض شود که یوتیوب دارم، تو ریچستا اونایی که دنبال مثلا کیف پول پولداران ببینن چه کوین ها و توکن هایی گرفتن و نگه داشتن بشه ترکیبش رو دید. این سوال همیشه پیش میاد برای من، پیام میزنم من مثلا 100 میلیون تومان مثلا پول دارم، میخوام بهم یه ترکیب خوب معرفی کنی، چقدر بیت بخرم، چقدر فلان بخرم، بهمان بخرم. خیلی سوال ساده ایه، شما برو سراغ کیف پول ثروتمندان سطح اول نگاه کن، این ترکیب چجوری چیده. اونها از ما بهتر عمل کردن. چرا؟ چون الان کیف پولش چند میلیون بیت کوین توشه، چند میلیارد دلار ثروتشه. پس به قول من اون داستان ایستادن بر شانه قول‌ها رو اینجا هم انجام بدیم. در خصوص سایت Into the Block هم که گفتم اصلا یه سری گزارش هم داره که شما از این گزارش ها میتونید استفاده بکنید، گزارش خوبی هم هست. گفتم حالا اینا گرفته میشه، تحلیل میشه، فارسی میشه و با قیمت خوبی هم فروخته میشه. اینا هست دیگه، میتونید خیلی راحت خودتون هم استفاده بکنید. توی Into the Block ما یه پردیکشن داریم که حالا این گزارشاش رو اینجا میبینید. مثلا من یه دونه ایکس آی بزنم ببینم میاره یه چیزی برای ما. نه روی ایکس آی مثلا چیزی نداشت، ولی رو حالا اتریوم لایت کوین و بیت کوین میبینید که گزارشش رو گذاشته. رو حوزه دیفای که خیلی همین روزا من چیز داره، خواهان داره و آینده خوبی هم میتونه داشته باشه، همونطور که میبینید اینجا هم اطلاعات کاملی گذاشته. کپیتال مارکت اینسایت هم که میتونید ازش در خصوص وضعیت بازار اطلاعات کاملی رو به دست بیاریم. یه گزارش باحال هم این تو هستش که در مورد کیف پولایی که تو سود هستن، چند درصد کیف پولا تو سود، این یه شاخص مهمه. وقتی از یه سطح میره بالا دیگه آماده میشیم که یواش یواش بیان برای فروش. یکی از بحث‌های دیگه که وجود داره بحث بازارهای موازیه. شما احتمالاً چند وقت پیش یا حداقل از خود من شنیدین که من هم ترجمه فارسی یه دونه تحلیل رو داشتم خدمتون میگفتم که یک جریان قوی از طلا وقتی که یه مقداری نوسان داشت اومده پولش رو و مستقیم اومده تو بازار کریپتوکارنسی و دایرکتلی رفته سراغ BTC. پس این ارتباط بین بازارها برام مهمه. یه موقع های هستش که این ارتباط قوی و نزدیک و حتی ارتباط معکوسه که من میتونم بر اساس اون بیام یه ذره زودتر روند بازار خودم رو تشخیص بدم. همونطور که دیدین کوریلیشن ماتریکسی که اینجا وجود داره برای مثلا نزدک 100 S&P 500 داو جونز، رو داو جونز هم با هم صحبت کردیم دیگه، این مستر داو چجوری اومده بود، یه بسات چقدر زحمت کشیده بود و به کجا رسیده و یه شاخص تعریف کرده بود یا شاخص به نام خودش گذاشته بودن و حالا داره میاد میگه با اون مجموعه شرکت ها الان بیت کوین چه شاخص، چه کوریلیشنی داره، ارتباطی داره و با اتریوم. من امیدوارم یه بتونم با یکی از دوستان که تو حوزه آمار خیلی بچه حرفه‌ای هست تو آمار مالی یه دوره، مثلا این دوره‌های کوتاه، نه از این دوره‌های بلند، شما از اینجا به بعد فقط دوره‌های کوتاه لازم داریم، مثلا یه جلسه یا دو جلسه بیایید تمام بایننس رو من برات باز کنم ببینید.
محدودیت داره دیگه. حالا با ریسک خودت میتونی وارد چی میتونی هم نه نکنی، چون یه سری ابزارهایی داری خداوکیلی، اون ابزار 100 سال دیگه هم شاید اینجا توی صرافی ایرانی راش نندازن، که یکی از اونها CFT با هم صحبت هم میکنیم تو این داره. و همونطور که میبینید شارپ ریشیو اینها رو داره مطرح میکنه، اینم داستان مالی هست برای ریسک سبد خیلی با ارزشه. و داستان این سایت ها این بود که من میخوام به شما منتقل کنم که این دیتا رو شما قسمتش رو میتونید رایگان بگیرید، در واقعش هم باید اکانت بخرید. برای خرید اکانتش هم از سایت هایی مثل حالا نمونه بارزش ایرانی کارت، Pay24 و امثال هم که حالا میگم یه کارموزار رو ببینید، شاید مثلا سایت هایی که تازه باز میشن کارموزارش این مقدار شاید کمتر هم باشه. سایت بعدی گلاس نود، این اصلا یه چیز عجیبیه این سایت، و جزء شما هر چی توییت مثلا آدم درست حسابی رو تو توییتر میخونید تحلیل کرده رو بازار داری دنبال میکنی، میبینی که اکثرشون اومدن روی گلاس نود فوکوس کردن و از قابلیت گلاس نود دارن استفاده میکنن، که همونطور که میبینید اطلاعات بسیار زیر قیمتی رو قسمتیش به صورت رایگان، الباقیش هم به صورت هزینه‌ای گذاشته. من اینا رو هم اسکرول کنم بیام پایین، شما دیگه انواع مختلف تحلیل ها رو اینجا میبینید. و حالا این ابزار شما اینجا دارید یه ترکیب، ما با هم جلسه آینده به انتها خواهد رسید و میگم این ترکیب یه ترکیب خوبی از این ابزارها، اما لازم هست ولی تمام نیاز ما رو پاسخ نمیده. قطعا یه مقداری بریم جلوتر احتیاجی که یه چیزایی رو بیشتر بدونیم، از قابلیت های بیشتری استفاده بکنیم تا بتونیم تحلیل دقیق تری بدیم. تحلیل دقیق تر به من چه کمکی میکنه؟ اونجاهایی که تو overbought و oversell هست، که تو نقاط اشباه خرید و فروشه، که باید بازار یا برگرده به سمت بالا یا کله کنه به سمت پایین. دقیقا پیدا کردن این نقاط مهمه، چون از یه سطح به بالا میرن تو زون چی مثلا اخطار فروش و خرید برای سرمایه گذار، کسی که هولدره یا مثلا دیلی تریدره، و اون نقطه مهمه که کجا رو باید بگیره، چون تفاوت این نقطه خودش میده چند، حالا دیدیم نمونهاشه، چند صد درصد یا چندین هزار دلار برای کسی که اشتباه پیش بینی کنه آب بخوره. و مورد بعدی سنتیمنت، که سنتیمنت این و حالا بیشتر اومده روی ارزیابی شاخص ها صحبت کرده، و اینجا اسکرول کنیم بیایم پایین دیگه یه سری نمودار به ما میده که همون بحثایی که داشتیم مثلا روی MVRV اومده بررسی کرده، MVRVZ اومده دیده، NUPL دیده، RCPL دیده، S2FD دیده که دیروز هم با هم صحبت کردیم. و خب اینا همه نکات مهمی هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای معامله‌گری خودمون. به به، دوست عزیز پشتیبان محترم، ممنون که به گروه ما اضافه شدین. من این پایین 4 تا لینک گذاشتم، بدون اون به غیر از اون لینک طولانی که یادداشت شده، زحمت بکشین این لینک ها رو تو قسمت وب لینک قرار بدین تا دوستان بتونن استفاده کنن. و عرض شود من خودم از توی قسمت میتینگ اومدم ریکوردینگ رو زدم و داره ضبط میکنه، حالا نمیدونم ضبط شده تا الان یا اینکه نه، و حالا صدا و تصویرم که احتمالاً حالا حداقل خوب هست که کسی اعتراضی تا اینجا نداشته. بفرمایید آقای علی. میکروفونتون بازه. سلام، وقتتون بخیر. صدای من واضح هست؟ سلام عزیز. صدا واضحه؟ بله بله. آقای مهندس یه سوال، این 4 تا سایت، بله بله بله، 4 تا سایتی که امروز معرفی کردید به اضافه بعضی از سایت هایی که در واقع رفرنس هستن، مرجع هستن، اگر کسی بیاد از اینا استفاده کنه، یعنی در واقع ترجمه کنه و در اختیار بقیه قرار بده، شامل اون بحث کپی رایت میشه یا نه؟
یا صرف این که در اونجایش که پولیه خب پرداخت میشه، آه. این که در اختیار دیگران قرار بدیم، اینش رو میخوام بدونم. ببینید قاعدتا اونا به یه نفر فروختن، توقع هم دارن که همون یه نفر ازش استفاده کنه، به همین خاطر من اگرم به نقطه برسیم به هیچ عنوان اینا رو اگر تهیه بکنم روی یوتیوب به اشتراک نخواهم گذاشت، چون حق کپی رایت توی یوتیوب به شدت بررسی میشه و میتونه مونتاژ شدن یه کانال رو یا اصلا کلا یه کانال کامل بلاک کنه، پس این از این مورد. اما خب خیلی ها میبینیم این کار رو انجام میدن، من الان بارها از این گزارش حتی برای خودم هم فرستادن سمپل برگشت میخوای پول بده، که حالا من مثلا خیلی محترمانه سعی کردم بگم که اینا حالا هست دیگه، خیلی چیز خاصی نیست که خب راهکار قانونی داره برای اینکه، اما میشه ترجمه که قانونی که هر کی میخواد کیف کنه از این گزارش استفاده کنه بعد بخرش، حالا انگلیسی خیلی سختی هم نیست توی این گزارش های این تیپی پریدیکشن ها، میتونه بخره و حالا بفروشه دیگه، بقیه میتونه نهایت خود هم گزارش رو بفروشه یا عرض شود که ترجمهش بکنه بفروشه. فروختنش ایراد نداره، منظورم همینه، چون بالاخره در اختیار، فرض کنید که یه سایتی زده میشه اینا رو ترجمه میکنه دیگه. آره متوجه فرمایش شما هستم، این خودش یه بیزینسه. من چرا میخوام صحبت با آقای عقیلی رو یه ذره ادامه بدم، اینی که ایشون من میدونم پس ذهنش رفته سراغ هم گلداس و بیل کلنگ فروختنه که فکرش هم درسته. اما تا مادامی که شما اینجا هستی و داری کار میکنی کاسب میکنی ارتباطی با بیرون نداری، کپی رایت شوخیه اوکی. متاسفانه بله آره ببین.